آژانس نظارت بر خشکسالی اروپا وابسته به اتحادیه اروپا در گزارشی هشدار داد که میزان خشکسالی امسال بدترین وضعیت در 50 سال اخیر این قاره بوده که منجر به تأثیر منفی در تولید برق و کشتیرانی شده است. گزارش ماه آگوست این آژانس تحت نظارت کمیسیون اتحادیه اروپا نشان می‌دهد 47% از قاره اروپا تحت تأثیر خشکسالی شدید قرار دارد. در واقع می‌توان گفت وضعیت اضطراری را در اکثر کشورهای اروپایی ایجاد کرده است. یک تحقیق جدید حاکی است که یک قطعه 4 میلیارد ساله از پوسته زمین به اندازه کل مساحت کشور ایرلند در زیر منطقه غرب استرالیا قرار دارد. این قطعه از پوسته زمین از جمله قدیمی ترین ها روی زمین است، هرچند که قدیمی ترین مورد نیست. قدیمی ترین تکه از پوسته زمین مربوط به سنگهای سفر کانادا در سواحل شرقی خلیج هادسون است که سابقه آن 4.3 میلیارد سال پیش تعیین شده است. سایت های خبری در ایران از رها شدن دو نوزاد در دو منطقه تهران خبر دادند. در همین راستا شاکری کارشناس بهزیستی تهران اعلام کرد یک نوزاد در مقابل درب شیرخوارگاه آمنه واقع در میدان ونک و دیگری در مجاورت بیمارستان فیروزآبادی واقع در شهر ریگ حوالی ساعت 11:50 رها شده بودند. مددکاران متنی همراه با لباس نوزاد مقابل شیرخوارگاه آمنه پیدا کردند که در آن نوشته بود که توان نگهداری و عمل جراحی فرزند خود را نداشتیم. علیپور خنکداری نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس ایران با تأکید بر افزایش نیافتن نرخ بلیت پروازها به عراق در اربعین حسینی گفت در ایام اربعین هر هفته 220 تا 230 پرواز زائران را به شهر نجف منتقل می کند. وی در ادامه اعلام کرد که طبق برنامه ریزی های صورت گرفته قیمت بلیت ها افزایش نخواهد یافت. خبرگزاری هرات تایمز اعلام کرده که تعدادی از پناهجویان افغانستانی در شهر باتوم اندونزی زمانی که در مرکز این شهر مقابل ساختمان شاروالی تجمع کرده بودند و خواستار تسریع در روند اسکان مجدد خود بودند مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. این پناهجویان از برخورد مقامها و پلیس شهر باتوم شاکی بوده و میگویند طی 10 سال گذشته از هیچ حقوق اولیه انسانی برخوردار نبودند.